22 روز مرداد ماه برابر با 13 اوت سال 1332 خورشیدی برابر با 1953 میلادی، عزل دکتر محمد مصدق از نخست وزیری. در حالی که محمد مصدق سرگرم اقدامات لازم و ضروری برای بقای دولتش بود و از محمد رضا شاه پهلوی و مجلس شورای ملی درخواست اختیارات بیشتر کرده بود، شاه وی را از نخست وزیری عزل کرده و سرلشکر زاهدی را به نخست وزیری برگزید. به گفته گروهی همین اقدام دکتر مصدق بود که موجبات نگرانی شاه را فراهم کرده بود و شاه برای دوری از عواقب دادن چنین اختیاراتی وی را از سمتش عزل نمود. اما وقتی خبر عزل مصدق به او داده شد، وی این حکم را نپذیرفت و این حرکت را کودتای علیه خود قلمداد کرد و این آغاز حوادثی شد که بعدها به جریان 28 مرداد مشهور شد. سال 1368 خورشیدی برابر با 1987 میلادی، در گذشت علی سامی، باستانشناس، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه و نخستین ایرانی کاوشگر تخت جمشید که در شیراز چشم به جهان گشود. وی فرزند آقا بزرگ از شاعران و نقاشان شیراز است. علی سامی پس از تحصیل ابتدایی و متوسطه به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به عنوان دبیر تاریخ و جغرافیا در مدارس شیراز مشغول تدریس شد و پس از آن به مدیریت مدرسه و تصدی دانشسرای مقدماتی ارتقا یافت. پس از آن در رشته ادبیات و باستانشناسی و تاریخ مشغول تحقیق شد و در این رشته از دانشگاه آزاد آسیایی درجه دکترای افتخاری دریافت کرد. سپس وارد وزارت فرهنگ شد و به تعمیرات ابنیه تاریخی شیراز پرداخت. در همین زمان آرامگاه حافظ ساخته شد و موزه پارس و آرامگاه خاجوی کرمانی و مسجد جامع عتیق مرمت شدند. سپس به ریاست بنگاه علمی و حفاری تخت جمشید و بعد به سمت ریاست اداره باستانشناسی فارس منصوب شد. از اشیاء کشف شده توسط علی سامی تعدادی در موزه ملی ایران نگهداری می شود که از آن جمله می توان به سر شاهزاده هخامنشی از سنگ لاجورد و بشقاب سنگی به خط آرامی سامی اشاره کرد. سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی، در گذشت محمد علی گلشن ابراهیمی، گردآورنده آثار صوتی ایرانی. گلشن ابراهیمی که در کرمانشاه دیده به جهان گشود، از همان جوانی به فرهنگ و ادبیات، به خصوص فرهنگ صوتی ایران عشق می‌ورزید و گنجینه عظیمش را که برای گردآوریش بیش از 50 سال کوشیده بود وقف فرهنگ مردم نمود. این گنجینه طبق وصیت او زیر نظر هیئت امنایی با همکاری فرزندان ارشد مذکور به کار خود ادامه خواهد داد و هر گونه درآمد انتفاعی احتمالیش هم به هیچ وجه به خانوادهش تعلق نخواهد گرفت.